مساوی گل آخره. چی گل خطا بود؟ خودت خوردی زمین. راست میگه دیگه. رفیق تینه نگی چی بگی؟ خب رفیقم هست ولی من که با شما. یه گل جلو بودی مساوی شدی. گل آخره که از همون نگرفتن. خیالت راحت باش. بریم. آقا گل آخره. پنالتی. آیدا داور با سوته؟ بله. تو دروازه این بر اون بر کن. این فکر کنه تو میخوای بری کنار میزنه وسط. وسط وایسا میگیری. ببخش. بچه حواستون به توپ برگشتی باشه. حواستون به توپ برگشت باشه. یام راستی از کجا فهمیدی پنالتی رو وسط میزنه؟ پنالتی ریسکه. با یکم تجزیه و تحلیل یا اینکه با روحیه اون کسی که میخواد پنالتی رو بزنه، اگه آشنا باشه میتونی تشخیص بدی یکم ریسکش رو کم کنی. اگه گفتم خیالت راحت باشه. میدونستم فکر میکنی یه سمدین پرو میخوای ریسکشو کم کنی، به دروازه‌بانه گفتم میزنه وسط. اونا رو نمیشناختم، تو رو که میشناسم رفیق. ببینم شما هر هفته این ساعت میاد اینجا؟ خیلی سالن باحالیه. سعید ول کن دیگه، یه بازی بوده. من فقط یکم جلوتر رو پیشبینی کردم. شما خیلی خوب پیش بینی میکنی، آفرین، آدم فوق‌العاده‌ای هستی، دستت درد نکنه. بیا برو یه آب سر و رود بزن. سعید جان تو چته؟ مهران، مشکل من که یه بازی ساده نیست. مشکل من اینه که فکر میکنم تو دیگه زیادی داری پیش بینی میکنی. آقا از همین فوتبال بگیر تا یه کوچه آرومی که بعد یه قرن میخواد یه روز ناامن بشه، یه خانم مدیر ازش رد بشه، دو تا دزدم بهش حمله بکنن. به نظر خودت عجیب نیست؟ شما خیلی پیش‌بینی می‌کنی. می‌فهمی داری چی میگی؟ من هیچی نمیگم. من فقط دارم یه سری اطلاعاتو کنار هم می‌چینم، همین.
چی کار دارید میکنید سر صبحی؟ هیچی، یه چند وقتی بود میخواستم این پرده ها رو اندازه پنجره های بالا بکنم، فرصت نمیشد. امروز دیدم بابات خونه است، گفتم بکشمش به کار، اندازه کنم اینا رو بعد برم خدا. خب سخته که، بذارید منم بهتون کمک کنم. دیرت نمیشه؟ نه بابا میرم حالا. لیلا، تو چرا آقای سمی رو برای کمک به بابا پیشنهاد دادی؟ پسر خوبیه، دیدینش که اون روز. نگران همینم. نگران چی؟ آخه دختر من تو این همه سال انقدر راحت راجب آقایون حرف نمیزد. میشناسی که منو، من همیشه مرزای خودم رو نگه میدارم. اونه که مطمئنم، ولی میخوام حواست به کاراتم باشه. ببین مامان، برای وردن یه غریبه تو حریم خانوادگی شناختی بیشتر از چند هفته لازمه. من فقط به بابا گفتم آدم خیلی مطمئنیه بابت همه کارهایی که این چند وقت برام کرده بود. دیدین که سر مریضی بابا چقدر وقت گذاشت؟ من فقط همینو گفتم. بله میدونم بابا، من میخوام تو همون لیلای همیشگی باشی. میتونی خیالم راحت کنی که چارچوباتو حفظ میکنی؟ خیالتون راحت باشه، من میدونم دارم چیکار میکنم. الان واقعا میخوان این پرده بخ برگشته رو بلند کنید یا اینکه نه از همینجا که شکافین دوباره بدوزینش؟ نه خیر، برای حرف زدن با تو بهانه های بهتری هم بلدم. اصلا نمیخواد کمکم کنی، پاشو برو. الان که دیگه حرفتون تموم شد برم. پاشو برو دنبال کارت. خداحافظ. خداحافظ. ببینم سلام. خانواده این بچه هنوز نیومدن؟ قرار شد پدر مادرش با هم بیان، یکم طول کشیده وقتاشونو با هم هماهنگ کنن، میرسن دیگه الان. گفتم که خودم حلش میکنم، شما نگران نباشید. دل بسته شدن شما به این بچه هایی که شرایط خاص دارن اذیتتون میکنه، حاصلش هم که دیدین. نکنید این کارو. دست خودم نیست، همین امروزم هم که نیومده مدرسه دلم براش تنگ شد. شما آدم مهربونی هستی، اما رفتار شما شکلی که اینجا مرسومه نیست. بچه های دیگه حسادت میکنه. راستی پدرم امروز تو خونه منتظرتونه، هر وقت فرصت کردیم یه سر بهش بزنید لطفا. همون خونه قدیمی؟ خونه سالارا. اون خونه رو پدر بزرگم ساخته، من که هیچ وقت ندیدمش، ولی شنیدم هنوز که هنوزه تو بازار همه رو اسم حاج هاشم سالار قسم میخورن. پدرتون چرا تو بازار نموندن؟ دیگه بابا از تجارت سنتی بیرون زد. در واقع این بانکو برای بازاریایی را انداخت که به سیستم بانکداری اعتماد نداشتن. پدرم همیشه میگفت این پولی که تو دخل آدمای سنتی راکت مونده میتونه چرخای زیادی رو توی مملکت بچرخونه. بعدش هم باید یه مؤسسه کوچیک رو انداخت، یواش یواش گسترشش داد، تبدیل شد به این بانکی که الان ما داریم میبینیم. خیلی دوستشون داری نه؟ چطور؟ آخه هر بار ازشون حرف میزنید یه برقی میاد تو چشماتون، انگار دارید آینده رو از نگاه ایشون توصیف میکنید. پدرها قهرمان دختراشونم. امیدوارم بتونم کاری که جناب سالار میخواد انجام بدم. لااقل به خاطر شما. شما خیلی لطف میکنید. باز جنی شدی تو؟ الو
الو منو در در صبح خیر. صبح شما هم بخیر. دیشب کی برگشتی؟ خوبی؟ زنده ممنون. نه جدی پرسیدم، نگرانت شدم، سابقه نداشتم نه خونه. یه جایی به همی رفتم اومدم. شما هم از آخرین باری که نگران من شدی خیلی گذشته. اصلا یادت مونده نگرانی چجوریه؟ زن ها همیشه نگران مردشونن، منتها بعضی ها بیشتر بروز میدن، بعضی ها کمتر. چته؟ چمه؟ آدم ها حق دارن مراقب خودشون باشن، حق دارن اونجوری که دوست دارن زندگی کنن، اونجوری که فکر میکنن درسته. دفعه پیش من یهو خواستم تو رو توی ماجرا شریک کنم، بعد فهمیدم اول باید خودم تمرین کنم بعد به تو برسیم. راست میگفتی، ما توی یه چیزایی با هم تفاهم داشتیم، نباید خرابش میکردم، نباید چون حالا خودم دوباره از نور خوشم اومده آرامش تو رو به هم میزدم. یا همین آهنگ قدیمی، میتونم تنهایی گوشش کنم وقتی تو دوستش نداری. تاکتیکو عوض کردی، آفرین. فکر کنم نسخه همین معلم سرخونه جدیدته. چی بود اسمش؟ راحله، روانشناسه، مددکار اجتماعی. این فامیلی هم داره؟ از روز اول گفت به اسم کوچیک صداش کنم. چون فامیلیش یادم نمیمونه. یادت نمیمونه، باش. این دفعه بهم زنگ زد، خودم ازش میپرسم. یه چیزی میپرسم بالا غیرتن، راستشو بگو. تو همه سوابق تو واسش گفتی، چیزی رو گزینش نکردی، چیزی رو دور ننداختی. همه اون روان پریشی ها، تفرس بودن ها، قرص هایی که میخوری، اون دزدی کوچولو ها، همه رو گفتی دیگه. خیلی سعی نکن کاری بکنی که از کوره در برم. تمرین کردم، دیگه به این راحتی ها دوباره عصبی نمیشم. قراره عوض شم پرواز، قراره با عوض شدن خودم خیلی چیزای دیگرم عوض کنم. نمی چشیش؟ با این؟ تو زده به سرت. علیکم آقا مهدی. احوال شما؟ خیلی خوش اومدید. ممنون که اومدید. بفرمایید، بفرمایید. بریم اونجا بشینیم یه خورده با هم گپ بزنیم. بفرمایید. من روزایی که خونه هستم همش قاطی این دار و درختم. میشینم باشون کلی حرف بزنم. بفرمایید. خیلی ممنون. زحمت نکشید. خانوم سالار گفتن گویا با من کاری داشتید. دورا دور حواسم بهت هست. دخترم خیلی بهت اعتماد داره. بیشتر از اون آدمایی که دور و برش هستن و باش سر کار دارن. دلم میخواست تو خونه ببینمت. خارج از اون هیاهو و کب کب و دبدبه. درست مثل همون جوونی که سالها پیش اومد تهران. آزاد، سبکبار،
رها. نمیسته حالا که بین آینده و یه گذشته یه تاریک و لعنتی من گنه شده. شما هم از زندگیتون ناراضی؟ پول، خونواده، اعتبار، این سه تا کنار هم آرزو خیلی از آدم هست. دارم هر سه تاشون از دست میدم، مخصوصا خونواده هم. من سالها پیش با خدای خودم و خودم یه عهدی کردم، هرچی هم که الان دارم بابت همون عهده، اعتبار، سربلندی، خانواده. البته پولو جا انداختی. پول دار شدن خیلی کار سختی نیست، خیلی هم مهم نیست، اصل خانواده است. بله، خانواده مهم. نمیدونم تقاصه چه کار نکرده ای رو دارم پس میدم. نمیدونم. مگه میشه ندونید؟ آره، میشه. چرا باید به دروغ بگم؟ به نظر میاد به همه چی مشکوکی. سلام. سلام. تو اینجا چی کار میکنی؟ تو این دو روزه هزار تا میسکال واسه من انداختی. پلیس میخواد با تون حرف بزنه، همونی که سراغ سالارم اومد. قرار ما گرگانگیری و فرار قایم شدن نبود. من نیستم. قرارمون خاطرت هست؟ من به تو چی گفتم؟ نگفتم من و تو با هم توی یه قایقیم، یا میرسیم به ساحل یا جفتمون غرق میشیم. اون جونوری که باش قرار داشتیم که یادت نرفته. دوست داری یه شب بی هوا بخزه تو زندگیت؟ میخوای؟ پلیس نگفت با هم چی کار داری؟ چیزی شده؟ آقای طالب آبادی، با شما. ببخشید، میگم چیزی شده؟ جان؟ چیزی شده؟ نه، چیزی نشده. یعنی چرا چیزی که شده؟ من چیزی که شدن که شده، فقط نمیدونم چی باید بگم. یعنی چرا میدونم چی میخوام بگم، و اینکه از کجا باید شروع کنم و نمیدونم، گیر کردم. چرا آدمو نگران میکنی شما؟ من دقیقاً در مورد همین میخوام باهاتون صحبت کنم. در مورد نگرانی، اینکه من الان احساس میکنم الان یه اتفاقاتی داره اینجا میفته که شما باید یکم براش نگران باشین. خیلی خوب، من الان نگرانم. بفرمایید چی شده. در مورد مهرانه. آقای سمی؟ خب به نظر من این یه دفعه اومدنش توی این مدرسه اینا عادی نیست. آشنایش با شما، با خانوادتون، اینا هیچ کدومش عادی نیست. من اصلا متوجه منظورتون نمیشم. من حس میکنم مهران با یه برنامه ریزی، نقشه، انگار یه چیزی طراحی کرده باشه. اومدنش به این مدرسه همش نقشه بوده. اینکه سر راه شما قرار گرفته، باهاتون آشنا شده، با خانوادهتون آشنا شده. من فکر میکنم همه اینا طراحی بوده، نقشه کشیده بوده. یعنی به نظر شما همه چی اتفاقی نبوده؟ بله. ماجرای دزدی و من خودم بهش پیشنهاد کارت مدرسه رو دادم. میدونم. خب
نمیدونم. یعنی اصلا من فکر میکنم اشتباه کردم با شما صحبت کردم. نه نمیشه که همینجوری یه چیزی بگید بعد ول کنید برید. الان چیز دیگه هم هست؟ رفتاراش، حرفاش، کاراش. به نظر من مهران سمی اصولا مشکوکه. به نظر شما زیادی آدم خوبی نیست؟ من مطمئنم مهران داره با شما و خانوادتون بازی میکنه. به نظرم برای ورودش هم به خانوادتون بهترین راه رو انتخاب کرده. با اون کارهایی که آقای سمی برای خانواده ما کرده میتونسته یه جای خیلی خوب برای خودش پیش پدرم باز کنه. یه حجب و حیایی داره که من خیلی وقت تو آدم ها ندیدم. بعد از شما هم بعیده این حرفا. فکر میکردم خیلی با هم رفیقید. منم فکر میکردم هستی. ولی مثل این که نیستی. سلام. یه قولی به من داده بودی. الان وقتش عملیش کنید. راستش من هنوزم نمیدونم چرا اینجا. حقیقتشو بخوای آدمای ناجوری دور و برم هستن. اصلا نمیشه بهشون اعتماد کرد. کلی کارگر و کارمند دارم اما کسی نیست که مثل یه مرد کنارم باشه. فکر میکنید من میتونم اون مرد باشم؟ تو یه جنمی داری که بابت جنمت از کسی طلبکار نیستی. سهم نمیخوای. تأثیر خوبی روم گذاشتی. من معمولا تو شناخت آدم ها اشتباه نمی کنم. یه چیزی ته وجودته. سیغل خورده، نجیب که میشه روش حساب کرد. شما از من چی میخواید آقای سالار؟ میخوام بری تا توی زندگی منو در بیاری. چه خواسته عجیبی. گشتن تو گذشته هیچ وقت به من کمکی نکرده. همیشه همه چی رو بدتر کرده. این بدبینی، این گارد بسته، این زبون تلخ. کی این بلا رو سرت آورد؟ زندگی با من خوب تا نکرد آقای سالار. از همون روزا بهم یاد دادن که به هیچ کس اعتماد نکنم. وقتی بچه بودم خانواده‌مو از دست دادم. چه اتفاقی براشون افتاد؟ داستانش طولانیه. شاید هم راز من باشه. هر کسی با رازهای خودش زنده است. ای گفتم بیا اینجا چون می‌خواستم باهات یه قرار مردونه بذارم. میخوام بیای تو زندگی، تو کسب و کارم. پام وایسی. اگه مردشی، بسم الله. الو سلام بابا. میخواستم راجع به این موضوعی حرف بزنم با تو. باشه باشه. شب بیا خونه با هم حرف بزنم.
بین تو و دخترم چه اتفاقی افتاده که من از اون بیخبرم؟ ایشون از من خواستم بیام دیدنتون. چیز تازه‌ای که من ازش خبر داشته باشم؟ هیچ. بخشی از اعتماد من به تو به خاطر تعریفایی بود که لیلا ازت میکرد. الان میگه ممکن اشتباه کرده باشه. عجب. بازی عجیبی را انداختید آقای سالار. از اون اصرار و اعتماد اولتون تا این حرفا. شما ازم خواستیم بهتون کمک کنم. من هنوزم سر حرفم هستم. اون چیزی که من خودم دیدم با اون چیزی که لیلا میگه خیلی فرق میکنه. نه آقای سالار. اگه من الان اینجا به خاطر اصرار و اعتماد دخترتون بوده، خیلی منو ببخشید. ولی من اصلا شما رو نمیشناختم. البته اعتراف میکنم که تحت تاثیر حرفاتون قرار گرفتم، ولی الان دیگه همه چیز فرق میکنه، چون نه از اون اعتماد خبری هست نه از اون تاثیر. با اجازهتون من مرخص میشم. دوست داشتم یه جور دیگه با هم دست میدادیم. زندگی همیشه با اون روالی که ما دوست داریم پیش نمیره. خدا نگهدار. این خودتی؟ آره، مال اون روزاییه که پیش مادر بزرگم بودم. عکسم ازش داری؟ آره، باید باشه، همینجا هست. اینه هاش. نگاش کن چقدرم دوست داشتنیه. قشنگ معلومه ها. بعد جلسه پیشمون رفتم صندوقچه قدیمیشو پیدا کردم. خیلی وقت بود سراغش نرفته بودم. اینو برای من گذاشته بود. هر وقت مینداختمش حالم عوض میشد. یه جورایی منو میبرد به قدیم. یه بار یه دعوای مفصل با فرهاد سر این گردن بند کردیم. واسه اینکه جلو دوستاش انداخته بودم گردنم. بهم میگفت امولم. ولی من فقط حالم باهاش عوض میشد. همین. گذاشتمش توی صندوق و دیگه سراغش نرفتم. همین چیزا آدم رو سر پا نگه میداره. هرچی که حالتو خوب کنه. این پسرته؟ آره. یکم ازش برام حرف بزن. تا کلاس پنجم دبستان شاگرد اول مدرسه بود. پدرش بهش افتخار میکرد. بعدش خواست اونجوری که خودش بزرگ شده کامیار بزرگ نشه. گفت میفرستمش بره جایی که وقتی برگشت واسه خودش آدمی شده باشه. کامیار نمیخواست بره. خیلی به من وابسته بود. سال اول چند بار گفت میخواد برگرده. نمیتونست خودشو با آدمای تازه تطبیق بده. گفت اطرافیانش بهش میگن افسرده است. خب چرا همون اول برش نگردوندی؟ این حرفاش فرهادو مصرتر میکرد که همونجا نگهش داره. میگفت بچه ننه بارش رو بردی. بذار بمونه همونجا مرد شه. تماسای کامیار که کمتر شد، منم باور کردم که حق با فرهاده. دیگه کمتر دلتنگی میکرد. فقط یه غمی پشت صداش بود که فکر میکردم مال دوریه. از کی فهمیدی معتاد شده؟ اخراجش کردن. با مواد گرفته بودنش. چند ماه زندانی بود. بعدم دیپورتش کردن.
بچه‌ام فقط 13 سالش بود. اینجا اصلا سعی نکردین که ترکش بدین؟ فرهاد دیوونه شده بود. اصلا نمیشد باهاش حرف زد. هر شب با هم دعواشون میشد. یه بار که من طرف کامیار رو گرفتم منو زد. کامیارم جلوی باباش وایساد. اونم از خونه انداختش بیرون. هرچی التماس کردم زجه زدم فایده نداشت. این آخرین عکسایی که ازش داری؟ آره. فکر میکنید میتونیم پیداش کنیم؟ توکل کن به خودم. منم هر کاری بتونم میکنم. این بچه الان باید بدونه که مادرش کنارش. فرهاد درباره شما کنجکاو شده. آخه من درباره فامیلیتون چیزی بهش نگفتم. من گفتم یه راز زنونه بمونه که تو اذیت نشی. وگرنه نه من مشکلی برای دونستن همسری دارم نه شوهرم. اگه خودت صلاح میدونی و میتونی منطقی باهاش حرف بزنی خب بگو. امتحان بعدی هم نیست دا. اینجوری یکم خودتو برای جا انداختن چیزایی که تو دوست داری و اون دوست نداره محک میزنی. مثل این گردنبندی که الان تو دستت. منتظر بودم صبحش زنگ بزنی. باید به خودم کنار می اومدم. یکم طول کشید. و فهمیدی که حقیقت بهت گفتم ها؟ فقط در مورد خودم. واقعی بودن باقیش هم به مرور به ثابت میشه. دیر و زود داره ولی خب سوخت و سوز داره. من فقط اومدم راجع به خودم بشنوم. راجع به پدر مادرم. چی میدونید شما از من؟ برای چی از وزنخان سالار نپرسیدی؟ نترس بودن داوود لبش شد سر زبونا بود. شد که طوفانی میشد میزد به دل آب. نترس. شناگر قابلی بود همه میدونستن. سال 65-66 البته من تهران نبودم ولی برام تعریف کردن. میگن تو شمال شهر سیل میاد و فروکش میکنه. میزنه به دل خرابیا و با کمک مردم آوار جا به جا میکنه. امروز یه دختر بچه پیدا میکنه. بعدم از همه قدرت خانواده تازهش استفاده میکنه تا اسم او دختر بچه تو شناسنامه بشه سالار. دروغ نمیگم خانم سالار. همه شواهد نشون میده که او داووده. مطمئن باشید. حالا بی حساب شدیم. تو من تحویل قانون ندادی، منم گذشته برات تعریف کردم. دیگه به اون شماره زنگ نزن، کسی جوابت نمیده. هنوز تو خونه زندگی میکنی؟ الان مگه چیزی عوض شده؟ اونا پدر مادرم هستن. عزیزترین آدم های زندگی من. نمیخواستم این داستان از اونا بشنوم.
چون نمیخوام آزار ببینن. بین ما هم هیچ وقت به هم نمیخوره. تلاشتون بیفایده است. چشم ازش بر ندارید. نمیخوام حالا که وسط روز آفتابی شده دوباره گم و گور بشه. سلام بابا، تو هیچ معلوم از چی کار داری میکنی؟ خودت پیشنهاد میدی ازش کمک بگیریم، بعد اون وقت خودت میزنی زیرش. ترسیدم. از چی؟ یه چیزی به هم گفت، شاید این مردم بخشی از اون گذشته باشه که نمیدونیم توش چه خبره. باید فکر شده تر حرف میزدم. من فکر میکردم وقتی به معرفیش میکنی یعنی که بهش اعتماد داریم. از همون موقعی که خواستی بیاریمش تو قصه خودمون من فهمیدم باید منتظر شنیدن چیزای دیگه هم باشم. هیچی بین ما نیست. همین که به شک میکنی، همین که تصمیمات عجولانه میگیری، همین که دل تو رو میشکنه، یعنی که یه چیزی هست. ببین، من پدرتم، خوب میفهمم تو کله دخترم چی میگذره. همون دختری که وقتی عذاب گرفتینش دلتون سوخت و بزرگش کردین؟ کی این قصه رو واسه تعریف کرده؟ مهم اینه که قصه درستیه. مهم اینه که راوی رو پی درست آجر کج چیده. درسته، ما بچه میخواستیم و خدا تو رو بهمون داد. از دل مصیبت رحمت خودش رو نشون داد. اگه تا حالا اصل ماجرا رو واسه نگفتم فقط واسه خاطر این بود که دلم نمیخواست بدونی پدر و مادر واقعیت تو چه وضعیت دلخراشی جون خودشون از دست دادن. همین
You have one new message. سلام مهران. من اصلا نمیدونم این شماره درسته یا نه. فرمی که تو دفتر پرش کرده بودی برداشتم. امیدوارم خونه نباشی، اما اگه خونه هم هستی لطفاً گوشی رو بر ندار. بذار حرفامو بزنم. اینطوری راحت تره. راستش امروز باهات خوب تا نکردم. الان که دارم باهات حرف میزنم از کار خودم راضی نیستم. مثل دیوونه ها بودم. رفتم پیش خانم سالار، بهش گفتم که به تو به مهران صمیمی مشکوکم. گفتم به نظرم تو داری طبق یه نقشه خودتو به اون خانوادش نزدیک میکنی. البته یه دلایلی هم برای خودم داشتم که فکر میکردم مولای درزش نمیره. اما خب الان که دارم بهشون فکر میکنم میبینم بیشترشون خیال پردازی های ذهن مالی خولی های خودمه. چه میدونم، از لپتاپ همیشه قفل دارت بگیر تا رفتارهای مشکوکت و یه چیزایی هم که اتفاقی چند باری توی گوشی و کامپیوترت دیدم. نمیدونم، شاید بهت حسودین میشه. آره تو درست فهمیده بودی. من خیلی وقته که میخوام با لیلا سالار حرف بزنم و درست روزی که با خودم کنار اومدم تو اتاقش بودی. نمیدونم، هیچ وقت اونو اونقدر خوشحال ندیده بودم. میدونم کار درستی نکردم، ولی خب خوب کاری کردی پسر، خوب کاری کردی.